در اطراف مشهد ما یه روستایی هست که ما مشهدی ها بهش میگیم زقید، ازقد، که این ازقدی ها مال اونجا هستن. آقا میگفت که تو اون روستا، میگفت در گذشته مثلا فرض کنید 80 سال پیش 70 سال پیش تو اون روستا یه خانومی بود. این خانوم از اینایی بود که مکتب داشتن که دختر بچه ها رو درس قرآن و نماز و اینجور چیزا یاد میدادن. قدیم که مدرسه نبود، مکتب بود. اونایی که سواد داشتن، مرد پسر بچه ها رو بهشون درس قرآن و نماز خوندن و این چیزا یاد میداد. اگه یه خانومی سواد داشت به دختر بچه ها. این خانوم مکتب داشت، به دختر بچه ها درس میداد و خیلی تشویقشون میکرد با جایزه. هی جایزه میداد اگر کسی خوب قرآن میخوند، مثلا نمازشو بلد بود. کلی خب پول لازمه. عالمی که تو اون روستا بود میگفت من تعجب میکردم که این خانم خودش از جهت مالی خیلی متمکن نیست، از کجا میاره اینقدر پول به بچه ها اینقدر جایزه میده. این عالم اون محل، همون ازقد، میگه از این خانم یه مرتبه من پرسیدم که شما از کجا میاری اینقدر به این بچه ها جایزه میدی؟ گفت میرم از امام رضا میگیرم. این عالم خیال کرد که این خانم از این آدم های ساده لوح شیرین عقله، مثلا از یه نفری میگیره خیال میکنه امام رضاست. خیلی اعتنا نکرد، اما میدید که واقعا این خانم سخاوتمندانه داره دست و دلبازی میکنه به بچه‌ها، اینقدر داره جایزه و تشویقی میده. کنجکاو شد. یه مرتبه این خانم که از اون روستا داشت میومد به سمت مشهد، این عالم هم اومد یه جور ناشناس رفت تو مینیبوسی که تردد میکرد بین روستا و شهر، رفت اون عقب نشست طوری که نبینه این خانم او رو. این خانم اومد تو مشهد و راه افتاد به سمت حرم امام رضا علیه السلام. این عالم هم دنبالش رفت، رفت تو صحن مطهر وارد شد. این خانم از اون دربی که مال خانم ها هست رفت تو داخل حرم، این آقا وایساد بیرون تو صحن. طول کشید اومدن این خانم، خیلی طول کشید. وقتی اومد بیرون این عالم دیگه رفت جلو، رفت جلو و سلام علیک کرد و اون خانم هم گفت ای آقای فلانی شما هم اینجا هستی اومدی مشهد؟ اون عالم گفت بله. چقدر طول کشید شما زیارته؟ گفت حاج آقا امام رضا از تک تک بچه‌ها حالشون رو پرسید، حال فلانی چطوره، حال بچه‌ها، تک تک بچه‌ها رو امام رضا حالشون رو پرسید، واسه همینم طول کشید. گفتم خب از امام رضا پول گرفتی؟ گفت بله. اینها دیدم دستش پر پوله. بعد برگشت همون خانم به این عالم محلشون، گفت مگه شماها زیارت نمیرید؟ یعنی کار خودش رو عادی میدونست که خدمت امام رضا میرسه. خب من خدمت امام رضا رسیدم. گفت شما رو، یعنی او رو غیر عادی میدونست. میگه ما که شماها زیارت، به جان شما مقام معظم رهبری وقتی داشت این رو نقل میکرد خودش با یه حالت حسرتی گفت این خانوم چه دل با صفایی داره که خودش اونجوری خدمت امام رضا میرسه، بعد به اون عالم میگه مگه شماها زیارت نمیرید؟